در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا خبرهایی از ادامه تظاهرات در میانمار، آغاز محاکمه ترامپ در مجلس سنا، ادامه بررسی اتهامات نتانیاهو و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر سه‌شنبه 21 بهمن شمار مبتلایان کووید 19 در سراسر جهان به بیش از 107 میلیون نفر افزایش پیدا کرد و تعداد قربانیان نیز به 2 میلیون و 340 هزار نفر نزدیک شد. تاکنون حدود 79 میلیون نفر از این بیماری بهبود یافتند. تعداد مبتلایان روزانه آمریکا برای نخستین بار در دو ماه اخیر به کمتر از 100 هزار نفر کاهش پیدا کرده است. همچنین روسیه و بریتانیا کمترین مبتلایان تازه شناسایی شده خود در حدود دو ماه اخیر و آلمان نیز پایین‌ترین آمار مبتلایان روزانه خود در حدود 4 ماه اخیر را ثبت کردند. از سوی دیگر تعداد مبتلایان فرانسه که در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده اند به بالاترین میزان خود در دو ماه اخیر رسیده است. طبق آمارها درگیری کشور چین با کووید 19 باعث شده نرخ موارد تولد در این کشور در سال 2020 کاهش 15% داشته باشد. فاجعه فرو ریختن یخچال طبیعی در هند. در پی ذوب شدن و فرو ریختن یک یخچال طبیعی در هندوستان تاکنون 26 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 150 نفر ناپدید شدند. بر اثر این حادثه که روز یک شنبه رخ داد، سیل خروشانی در شمال هند جاری شد و 1000 نفر از اهالی منطقه چامولی واقع در ایالت اوتاراکند مجبور به ترک خانه های خود شدند. در حال حاضر نیروهای امدادی در تلاشند حدود 37 کارگر گرفتار شده در یک تونل را نجات دهند. ادامه تظاهرات در میانمار در اعتراض به کودتا. در پی برگزاری سومین تظاهرات بزرگ ضد کودتا در میانمار، ارتش این کشور روز دوشنبه در شهرهای بزرگ حکومت نظامی برقرار کرد. ده‌ها هزار نفر از مردم میانمار روز دوشنبه در اعتراض به کودتای ارتش و بازداشت مقامات ارشد سیاسی این کشور دست به تظاهرات زده بودند. آزادی رهبران غیر نظامی، به رسمیت شناختن نتایج انتخابات سال 2020 و واگذاری قدرت توسط ارتش از جمله خواسته های معترضان است. آغاز استیضاح ترامپ در مجلس سنا. دومین دادگاه استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا همزمان با موافقت رهبران مجلس سنا برای برگزاری سریع این محاکمه از روز سه‌شنبه آغاز شد. اتهام دونالد ترامپ تحریک به شورش در حمله به ساختمان کنگره است و طبق اعلام دموکرات‌ها آنها شواهد محکمی در گناهکار بودن رئیس جمهور پیشین آمریکا در این شورش دارند. در نظرسنجی ABC نیوز و مرکز تحقیقات ایپسوس، اکثر مردم آمریکا معتقدند ترامپ باید در جریان دادگاه استیضاح محکوم و تصدی سمت‌های دولتی توسط او در آینده ممنوع شود. درخواست سازمان ملل برای بازگرداندن شهروندان 57 کشور از کمپ‌های سوریه. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از 57 کشور خواستند حدود 10,000 نفر از شهروندان خود را که در کمپ‌های شمال شرق سوریه حضور دارند به کشورهای خود بازگردانند. طبق اعلام سازمان ملل این افراد شامل زنها و کودکانی هستند که با اعضای گروه تروریستی داعش مرتبط بودند و اکنون در کمپ‌های الهول و روج در سوریه نگهداری می‌شوند. در میان افراد خارجی حاضر در این کمپ‌ها شهروندان بریتانیا، آمریکا، چین، روسیه و فرانسه نیز به چشم می‌خورند. ادامه بررسی اتهامات نتانیاهو. در ادامه دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات فساد مالی نخست وزیر رژیم صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو در دادگاه حاضر شد و بر بیگناهی خود تاکید کرد. محاکمه نتانیاهو در حالی ادامه پیدا می‌کند که تنها 6 هفته به برگزاری انتخابات سراسری در اسرائیل باقی مانده است. انتخاباتی که در آن ادامه یا پایان نخست وزیر نتانیاهو مشخص می‌شود.
نتانیاهو به دریافت هدایایی از دوستان میلیونر خود و زد و بند با قولهای رسانه‌ای برای ارائه چهره‌ای مثبت از خود و خانواده‌اش متهم شده است.